ما واقعا باید در رابطه روابط سرمایه دارانه اتمیزه شده یک فکری بکنیم، یعنی یک بازنگری اساسی در روابطمون بکنیم. مسلما ما نمیتونیم به روابط خیشاوندی، قومگرایی یا قبیله‌گرایی یا ترایبالیزم قدیمی برگردیم، به قولی نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی اون فردگرایی اتمیزه شده یعنی که سرمایه داری داره در ما نهادینه کرده، اون رو هم باید بشکنیم. به نظر من یکی از مثلا میشه گفت راه حل ها اینه که ما اشکال جدیدی از زندگی اجتماعی رو هم تجربه کنیم و این میتونه حتی خیلی راه حل رادیکالی باشه. ولی وقتی مثلا چند تا مثال رو مثلا من بخوام بزنم شاید بهتر بشه، واضح‌تر بشه. اولین شکل اینه که مثلا در رابطه با شهروندا، کسانی که در شهر زندگی میکنن، اولین کار اینه که مفهوم تاون، یعنی مفهوم اون نیبرهود رو ما همسایگی رو تقویت کنیم. یعنی ما در شهرهای کلان امروز همسایگی از بین رفته، ما باید همسایگی رو یک ذره بیشتر تقویت کنیم، حالا نه به شکل خیلی روستایی قدیمی. دومیش تقویت کامیونیتی ها هستن. سومی تقویت نهادها یا نهادهای مردمی هستن که به یک معنای افراد رو متحد کنه، منسجم کنه. درست. برای مثال ما در ایران، شما خب مثلا با کشورهای غربی اگه مثلا مقایسه کنید، می‌بینید برای افراد بازنشسته هیچ نوع نهادی، هیچ نوع جایی وجود نداره که اینها میان جمع بشن، با هم صحبت کنن، یا کار فرهنگی انجام بدن، اوقات فراغتشون رو بگذرونن.